این برنامه از طرف گروه اجتماعی شبکه تلویزیونی استقلال به همکاری مؤسسه افان روان به شما تقدیم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیزم سلام صبح شما بخیر انشاءالله که شاد پر انرژی و سراحال باشین با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزای بیننده هستیم میخوایم امروز درباره بعضی چیزایی صحبت کنیم که به نوعی یا در زندگی فراموش شده یا اصلا از ابتدا از اونو استفاده نکردیم یا ای که اگر یک مدتی از این ابزار از این مهارت استفاده کردیم به مرور زمان از یاد ما رفته یا خسته کرده یا نهایتا ادامه ندادیم و او ابزار ما برنامه‌ریزی هست. اینکه ما چطور برنامه‌ریزی کنیم و چه تاثیراتی میتونه داشته باشه و چه کار میتونه کنه آیا اصلا برنامه‌ریزی خوب هست در زندگی اگر ما یک برنامه دقیق منسجم و محکمی داشته باشیم چقدر ما میتونه به اهداف ما برسانه و چقدر میتونه ما کمک کنه ای که زندگی بهتری داشته باشیم یا در حال حاضر شما زندگیتان چطور پیش میبرین اینا نکته هست که میخوایم به اینا اشاره کنیم و در ابتدا میریم سراغ ای که حالت فعلی خودتانه، احساسات رفتارها تفکرات خود فعلا میتونید زیر ذره بین ببرین تا ببینیم آیا برنامه‌ریزی اصلا میتونه مؤثر باشه یا نه نمونتا احساسات رفتار و افکاری که خیلی ها را درگیر کرده و همیشه با ما در میان میگذارن از عدم برنامه‌ریزی، اینا هست که من میگم سردرگم و بی حوصله هستم نمیفهم چیکار کنم هدف مشخصی ندارم و یا ای که احساس میکنم کم انرژی شدم احساس میکنم بی اراده ام، احساس میکنم نمیفهمم از خانه که بیرون کجا برم چه کار کنم یا بعضی که حتی شاغلن میگن فقط کار ما شده میریم سر وظیفه پس میم خونه از خونه باز وظیفه باز پس میم یعنی بعد از اون میگه احساس میکنم که خسته کن شده زندگی یک نواخت شده اینا میتونه که علت های غیر مستقیم عدم برنامه‌ریزی باشه و اینکه اگر ما برنامه ریزی داشته باشیم آیا واقعا میتونه تاثیرگذار گذار باشه؟ خوبه که برای این مسئله شما یک دقیقه فکر کنین ما میریم و گردیم. خب فکر کردین برای اینکه بتانین ای حالت ها رو از خود خود دور کنی ای احساسات منفی بی انرژی بودن ای حالت های ناراحت کننده رو از خود خود دور کنه فکر کردین چرا سردرگمین علتش برای خود خود جستجو کردین شاید به یک نکته اشاره بشه در ذهن شما ای هست که شاید نمیدونین واقعا چه کار بکنین چون خیلی ها میگم حتی میگن ما برنامه هم داریم اهداف هم داریم اما دقیق تر وقتی که بررسی کنن خود اینا متوجه میشن که او اهداف و برنامه های اینا انقدر دقیق نبوده قبلا درباره مسئله هدف گذاری با شما صحبت کردم که هدف باید اسمارت باشه وقتی ما هدف خود تعیین میکنیم مکتوب میکنیم و به او توجه میکنیم اولین قدم ما هست بعد از او تازه شروع برنامه ریزیه ای که ما بدانیم فردا باید چه کار بکنیم ای که ما باید بدانیم که یک هفته بعد چه کار باید بکنیم ای که ما باید بدانیم یک ماه بعد باید چه کار بکنیم این درسته که ما نمیدانیم که فردا چه اتفاقی قرار بیفته و همگی واقف هستیم و ما هم قبول دارم اما به این معنا هم نیست که دست روی دست بگذاریم بشینیم تا ببینیم چه اتفاقی میافته خوبه که ما برنامه‌ای داشته باشیم پیش بریم زندگی رو ادامه بدیم و با توجه به قدم‌هایی که از پیش ما تعیین می‌کنیم این میتونه تاثیر بسیار مستقیمی داشته باشه روی سرنوشت ما و شما سرنوشت ما و شما هم به این معنا نیست که صبح از خواب ما بیدار شیم همه چیزا تنظیم شده باشه و ما باید دو کارها رو انجام بدیم نه هیچ دست بیرونی وجود نداره یعنی در هر دو صورتش سرنوشت دست خود شما هست این که ما به دنیا آمدیم جبری هست و از دنیا میریم جبری هست اما در بین این دوتا باز در برنامه دیگری برای شما میگم در بین اینا کیفیت زندگی که شما پیش میبرین او کیفیت زندگی در حقیقت اختیاری هست و همو هم که در اختیار شما هست به نوعی سرنوشت خود شما هست یعنی اگر شما برنامه ریزی کنی جزء سرنوشته اگر برنامه ریزی هم نکنی جزء سرنوشت در هر دو صورتش جزی از سرنوشت شما نوشته شده است خیلی ساده میگم غیر علمی و عقیدتی برای شما توضیح میدم که بیشتر متوجه باشین حالا اگر بخوایم وجه علمی رو در نظر بگیریم ای هست که ما اگر برنامه‌ریزی داشته باشیم سالمتر، سلامتتر، از نظر جسمانی، از نظر روانی آرامتر انرژی ذهنی و روانی بیشتری داریم، سرحالتریم، شادتریم و میدانیم به کجا میخوایم بریم و این مهمترین مسئله هست و خوبه که درباره برنامه ریزی بعضی مطالعاتی هم داشته باشیم مثلا کتاب هایی درباره برنامه ریزی یکی از کتاب ها قدرت برنامه ریزی از براین تریسی هست که میتونه خیلی به شما کمک کنه و روش انواع برنامه ها رو برای شما میگه سوالاتی که بعضی وقتا پیش میای برای شما شاید ای باشه که بگن خب من برنامه ریزی کردم ولی هیچ وقت مطابق میل من نشده یا ای که او برنامه هایی رو که خواستم پیش ببرم با یک حادثه غیر مترقبه یا پیش بینی نشده باعث شده که واقعا نتانم او برنامه خود پیش ببرم آیا مشکل در ما هست در برنامه ریزی؟ ما میگم نه ببینید حق... حقیقتا در تمام زندگی انسانها حوادث یا مسائل غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی هم وجود داره و یه چیز طبیعی هست چون دنیا محل امکان امکان هر چیزی هست هر اتفاق قرار بیفته وقتی ما برنامه ریزی میکنیم از خود یک سری اصول و قواعدی داره ای که ما یک سری زمانهایی را اختصاصا میگذاریم برای همچنین مواقعی یعنی منظورم این ای هست خیلی ها اشتباه میکنن و به اشتباه میاین برنامه ریزی میکنن یعنی چطوری؟ برنامه روزانه اینا درست میکنن طبق جداول و چارت هایی که ما برای شما معرفی میکنم اما بیش از حد یعنی بیشتر از توان خودشان و بیشتر از او چیزی که وجود داره بیشتر از انرژی خودشان میاین فعالیت برای خود خود یا فعالیت جور میکنن و میخواین که از این وضعیت به نوعی استفاده کنن میگن خب ریزی برنامه‌ریزی میکنیم پس باید نهایت توان خود به کار بگیریم ما میگیم این اشتباه در این نکته که ما نمیدانیم که واقعا از دوازده ساعت روز یا نه ساعت روز آیا واقعا میتونیم تمام این فعالیت ها رو انجام بدیم یا نه این هست که علامت سوال به ذهن همگی پیش میاد و یا حتی کسایی که تجربه هم کردن آمدن ریزی کردن 9 ساعت پی در پی برنامه داشتن اما از 9 ساعت فقط 5 ساعتی رو کار کنن یا 6 ساعتی رو فعال باشن یا همون کار رو انجام بدن علت چی بوده علت بوده که در میان برنامه‌ریزی وقت‌های مشخص شده ایره نداشتن یا زمانهای رو مشخص نکردن که اگر یک وقت مهمان میایه یا اگر یک وقت یک اتفاقی میفته یا یک حادثه ای میشه در خلال این برنامه او برنامه مثلا به این شکل ساعت نه قرار ما درس بخوانم تا ساعت ده ساعت نه مهمان میایه تا ساعت های نه نه و نیم الا هست یک اولگیری میاین میرن چون ساعت ده به بعد وقت پر داره اونجی هست که چی؟ دیگه نمیتونه برنامه خود تغییر بده یعنی انعطاف نداره و برای همون هست که ناامید میشه میگه پس ما ساعت 9 که نتونستم درس خوده به خانم باعث عزی شد او یک ناراحتی اونجوری یک احساس منفی گرفت حالا میخوای برنامه بعدی خوره پیش ببره مثلا ساعت یازده بجه کاری داره یا 10 بجه کاری داره باید دور انجام بده اون هم به شکل درست انجام نمیده چرا چون در برنامه اول ناکام میده احساس ناراحتی و هم که داره احساس ناامیدی هم که داره باعث عزی میشه که اعتماد به نفسش نسبت به فعالیت‌های روزانه خودش بیای پایین اعتماد به نفس وقتی که آمد پایین اونجی میگه خب این برنامه رو اگر انجام بدم یا ندم چه فرقی می‌کنه چون من خود نتونستم درس خود بخونم. برای همین هست که ما برای شما در روی جدول‌ها می‌خوایم نشان بدم که اگر که ما برنامه رو را تنظیم می‌کنیم چقدر خوبه که وقتی که برنامه تنظیم میکنیم با توجه به توان خود ما این برنامه رو تنظیم کنیم مثلا وقتی که من میفهمم نهایتا در طی روز یک سری فعالیت ها یک سری مشغله های دارم که این مشغله ها یعنی نمیگذاره که تمام روز من مصروف چیزهایی که خود من میخوایم بشم و این عدم مصروفیت باعث این میشه که من نتانم کار خود پیش ببرم میریم یک وقفه میگیریم میاییم ادامه میدیم صحبت های خوده این که ما چیونه میتونیم برامرزی دقیق تر داشته باشیم با یک جدول ها داشتن جدول و چارت های برنامه ریزی خیلی مهم هست به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شما میدانین فردا باید چه کار انجام بدین یا برای یک هفته بعد خود میدانین که چه, کارهایی رو باید انجام بدین یک چیزی که هست ما چندین نوع جدول داریم یک جدول روزانه هست جدول روزانه شما میشه که به شکل کامپیوتری هم جور کنین میتونین که اگر در دسترس ندارین که پرینت کنین یا کامپیوتر در دست شما نیست میتونین که به شکل دست نوشته و یا دست ساز باشه مثلا برای روز شنبه شما این فعالیت ها رو میتونین در نظر بگیرین یا به این شکل جدول ما اول میکشیم مثلا می شنبه و قسمت بالایی را هم ساعتش رو تنظیم می کنیم یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه و او هم حتی میشه جمعه باشه خب این هفته ای ما روزهای هفته خود مشخص میکنیم و بعد ساعتهای مثلا ساعتهای بیداری خود تنظیم میکنیم که شما ساعتهای بیداری شما چقدر هست یا ساعتهای فعال بودن شما ما حتما نمیگم مثل از این جور کنین نمونتا ما برای شما مشخص میکنیم که بر اساس نمونه میشه که همچین جدول جدول هفتگی شما هست که در طی یک هفته شما این فعالیت ها رو باید انجام بدید که اینا به شکل کلی هست یعنی وقتی که هفته بار تنظیم میکنیم اینا هنوز شکسته نشده یعنی که ما مثلا ساعت هفت صبح هفت الا دوازده هفت الا دوازده به کجاییم؟ به مکتب یا مثلا برای مطالعه یا به فاکولته این فرق نمیکنه به دانشگاه ایم. هیچ فرق نمیکنه بعد از ساعت دو بعد از ظهر الا مثلا چهار مطالعه دیگه من از چهار الا پنج استراحت به شکل نمونه اینها رو من میگم برای شما از پنج الا هفت میشه که مثلا مطالعه باشه مطالعه کتاب های فرعی همچین تن، من یک نمونه رو بر شما مثال میزنم شنبه به شکل کلی شما قرار این کار رو انجام میدید اما این به شکل کلی هست در جدول هفتگی کلیات یک مسئله میایه اما ای که شما بخواین روزانه به شکل دقیق مثلا در مکتب هفته لا دوازده چه فعالیت هایی رو باید انجام بدین اگر خود شما دبیر هستین یعنی استاد هستین به مکتب چه فعالیت هایی رو باید انجام بدین خود از باید یک جدول جداگانه باشه در طی 4 5 ساعتی که در مکتب هستین اگر خود شما دانش آموز هستین یا دانشجو هستین در دانشگاه چه فعالیت های قرار انجام بشه خب او خودش جداگانه فعالیت هست یا نه اصلا این مکتب نمیرین دانشگاه هم نمیرین کارمند کار دارین یا کار میکنین هر کاری بعد از او شما میشکنین یعنی چطوری ما به شکل کلی درباره هفته گفتم حالا میریم سراغ جدول روزانه ما شما بعد جدول هفتگی شما هفته رو به همین ترتیب تنظیم می‌کنید روزهای هفته رو میشه که به این ترتیب یک خانه اینجا اضافه می‌کنیم مثلا روزهای هفته ای زمان روزهای هفته شما به همین ترتیب هست که روز بعد زمانش مشخصه از چند تا چند چه کار باید کنیم از چند تا چند چه کار میکنیم به شکل کلی مثلا مطالعه خب اینجا مشخص نکردیم چه مطالعه ای میتونید مشخص تر بنویسید استراحت هست مطالعه کتاب های فری هست یا کار میتونن 5 -6 م... کار دیگه یا فعالیت دیگه باشه که شما مشخص میکنین در جدول هفته وار به همین شکل تمام روزهای هفته خود تنظیم میکنین که این کارا رو ما بکنیم حالا برای روزهای برای جدول روزانه یک سری تفاوت دیگه داره تفاوتش یه هست که شما برای یک روز هفته شروع میکنیم به برنامه ریزی کردن به این ترتیب که میایین تد... با توجه به تعداد فعالیت های خودتان بعضی ها به این شکل تنظیم میکنن میگن مثلا بالای جدول ما این حالا تغییر میدیم جدول روزانه یعنی به تعداد هفت روز هفته شما روزان جدول روزانه باید داشته یعنی هفت جدول روزانه میشه یک جدول هفتگی شما با توجه به جدول روزانه شش صبح چه فعالیتی رو انجام میدین و چقدر طول میکشه شیش صبح بیدار شدن نماز خواندن یا درس دارین یا ورزش میکنین ورزش کردن خب ای شما چون روزانه کار کار انجام میدین برای شما مشخصه که شیش که بیدار شم تا دست نمازی کنم نمازی بخوانم یک نیم ساعتی ورزش کنم مثلا میشه هفت یک ساعت مثال شاید بیشتر بشه شاید کمتر خب پس ریت یا درجه ای او مشخصه برای شما ببینیم وقتی میگیم بشکنیم روزانه فعالیت خود بشکنیم یعنی دقیقا همین ما سه تا فعالیت داشتیم میجیم ولی در جدول هفتگی ما فقط یک فعالیت عمده رو میذاریم مثلا ساعت 6 تا هفت ورزش برمی ترتیب اما شما وقتی شش صبح بیدارشون خب وقت نماز هست که نماز هم میخوانی پس این ها رو میکنی چرا؟ در جدول روزانه می به خاطر از که ما بدانیم به ورزش کردن یعنی ذهن ناخداغای ما فقط روی زوم نکنه فعالیت های دیگه ای که مهم هست اونا رو هم انجام بده دیگه میتونیم که به این ترتیب تنظیم کنیم که از هفت الا هفت و سی صبحانه میخوریم صبحانه هست خب بعد میاییم از هفت و سی الا مثلا نه صبح حالا در, در طی و نیم ساعت ما فعالیت ما ای هست که خرید کردن خرید رفتن یا خرید کردن دیگه مثلا دیدار با مثلا دوستم اکبر در طی یک و نیم ساعت چون شما خرید میرین در مسیر راه شما هم هست دوست شما مثلا دوست شما اکبر یا هر اسمی به همون مسیر میرین یا به همون دکان ها مغازه ها شما کار دارین دوست شما هم هست یک در دقیقه میخواین خود از اون بیشین اختلاط کنین او را هم در لیست خود میگذارین که وقتی شما خرید میخواین کنین یک وقتی با توجه به تایم خود مثلا من هفته این رفتم خرید و رفیق خورم که میبینم پس ما باید تایم خودم در نظر داشته باشم که خوبه که ای رو ببینم ده دقیقه بیشتر نباشه یا 15 دقیقه با توجه به تایم و به همین ترتیب الا زمان خواب شما مثلا ده شب میاین چه کار میگارین؟ استراحت و خواب خواب شبه در طی روز تمام این برنامه ها رو شما تنظیم میکنیم برای خودتان. فعالیت هایی که شما الا آخر تنظیم میکنین در حقیقت کمک میکنه که شما مثلا میره تا آخر چه کارهایی رو باید انجام بدین و چه چه فعالیت هایی رو میتونه که بهتر باشه خب اینا رو میشه به شکل کامپیوتری هم کنین که منظمتر و زیباتر بشه خب ما به شکل ساده تری برای شما فقط کشیدم که نمونه باشه این جدول روزانه شماه. حالا بر جدول روزانه شما باید کی آماده کنید شما در حقیقت جدول روزانه خودتان رو با روز قبل هماهنگی کنید یعنی اگر قرار باشه که شما فعالیت روزانه رو انجام بدین اگر همین امروز بخواید این فعالیت ها رو انجام بدین مجبورین خب برای زمان آینده نزدیکتان کار کنید یعنی برای یک ساعت بعد که یک ساعت بعد میشه آینده نزدیک پس برای اینکه من بدانم فردا چه کار کنم و سردرگم نباشم و یکی انرژی ما هدر نره چون وقتی که برنامه نداشته باشم پیش خود خوب فکر میکنم خب کجا بروم چه کار کنم اگر فعالیت مشخص رسمی داشته باشم خب میگم 8 تا 4 منو فعالیت رسمی خور انجام بدم ولی بعد از چهار چه کار کنم بس بیایم خانه بشینم پای تلویزیون دیگه چه کار کنم حتی همون روال هم تکرار میشه شاید برای بعضی بگین خب ما کار داریم مشخصه حتی در زمان همون هشت ساعت فعالیت روزانه رسمی هم خیلی وقتا بیکاری های پیش میایه که اگر برنامه مشخصی نداشته باشیم و ندانیم واقعا داریم چه کار میکنیم از پیش ما میپره نمیدانیم چه کار کنیم و زمان از دست ما میره وقتی زمان از دست ما رفت حسرت اون میمونه برای همو وقتی که ما جدول روزانه خود تنظیم میکنیم یعنی یک روز قبل و حتی شب قبلش میشه که تنظیم کرد به این شکل که شما امروز برنامه فردای خودتان تنظیم میکنید مثلا جدول روزانه که هست مشخص میکنید برای کی برای جمعه برای روز جمعه ما باید این فعالیت ها رو انجام بدم ولی در جدول هفتگی ما هفته بار تنظیم میکردیم از تاریخ الا تا تاریخ الا ولی در جدول روزانه روزش مشخص میکنید شما با توجه به روزی که مشخص شد ساعت های خود به همین ترتیب میارین و بعد فعالیت هایی که انجام میتونید که در قسمت بالا اضافه کنین فعالیت ها در این مثلا زمان فرق نمیکنه یعنی زیباتر میشه برای زیبات سازی خب حالا ما آمدیم می کار کردیم یعنی از روز پنجشنبه عصر چرا میگم پنجشنبه عصر به خاطر ازی که شما یک سری فعالیت های دیگه غیر رسمی هست میخواین انجام بدین یعنی خوبه که انجام بشه او فعالیت ها امروز که پنجشنبه بوده نرسیدین به هر, به هر ترتیبی این اطاف برنامه ریزی که میگم در این چی میایه به جای از این که من آمدم مثلا 20 تا 30 تا فعالیت تنظیم کردم حالی نتونستم تمام فعالیت های خود تنظیم کنم وقتی تمام فعالیت های خود ما تنظیم نتونستم کنم یا نشده که من اونا رو انجام بدم خب جای نگرانی نیست اگر ما بخوایم خودخوری کنم و خود مقصر بدانم که نتونستم تمام فعالیت های خود انجام بدم ناراحت باشم که چرا انجام نشده خب کار پیش نمیره برای هم می منظور، به جای از این که ناراحتی کنم خب میایم چه کار میکنم میایم برنامه ریزی میکنم میگم امروز نشد اب نداره مشکل نیست اما تلاش میکنم که دیگه برنامه از پیش من خطا نخوره کارهایی که مانده و باید انجام بشه مثلا اینجه که ما چند دسته فعالیت داریم که ایره هم برای شما میگم او کارهایی که مونده ولی باید انجام بشه میم او کارها رو در جدول فردای خود ما تنظیم میکنیم برای جدول فردای خود ما میایم این کارها رو تنظیم میکنیم که ما قرار برای فردا این فعالیت های مانده رو اضافه کنیم برای همون میگم یک روز قبل یعنی شما عصر امروز برنامه تنظیم میکنین یا غروب امروز برنامه تنظیم میکنین برای فردا یعنی فردا تمام وقت خود چرا به خاطر همین که فعالیت های مانده از روز در برنامه فردای خودتان اضافه کنین که بتانی اونا رو انجام بدین و بعد دوباره شب یا غروب میاین تمام فعالیت قرار بده کار کنه میکار کنه میکار کنه میکار نکردم از بین ده تا فعالیت یا ده تا کاری که باید من انجام بدادم دو تایی رو من انجام ندادم خب این تا رو اضافه میکنم در جدول فردایمه که روز جمعه هست و حتما باید زودتر انجام بشه خب اضافه میکنم لابلای برنامه ها این میشه برنامه روزانه شما شب وقتی شما میخوابین و به استراحت نیاز دارین اونجی ذهن ناخداغای شما با برنامه رزی که شما کردین خود تطبیق مده و کم کم آماده میکنه انرژی های شما انرژی روانی و فیزیکی شما در همون مسیر برنامه های مشخص شده ای که شما میخواین انجام بدین در حقیقت میای برنامه ریزی میکنه که اون انرژی شما برای همون مسیر تنظیم بشه اما اگر برنامه ریزی نباشه یعنی انرژی شما پخش هست متمرکز نیست مثل ذره بینه ذره اگر جلو آفتاب بگیرین متمرکز که میشه میتونه یک جای ره یا یک شیء بسوزانه اما نور آفتاب به خودی خود خو خود نمیسوزانه چیز ره اما وقتی انرژیش متمرکز میشه اون نور آفتاب متمرکز میشه در یک نقطه میتونه که قدرت نور نشان بده برای همو هست که وقتی شما برنامه‌ریزی میکنید تمام انرژی فکری شما و جسمی شما رو زمین ناخودآگاه شما میاره در هنگام خواب میاره تنظیم میکنه آماده میکنه برای چی؟ برای فعالیت هایی که شما خواستید و با قدرت بیشتری شما میتونید که فعالیت های خود پیش ببرید بریم یک وقفه بگیریم بیایم. خب ادامه میدیم صحبت خوده همینطور که گفتم پس ما این کارو میکنیم برای توانمندسازی و متمرکز کردن انرژی روانی و جسمانی خودمان برای فعالیت های کاملا مشخص خب انرژی ما متمرکز شد حالا فعالیت ها رو میخوایم انجام بدیم ببینیم ما چندین دسته فعالیت داریم فعالیت‌هایی هست که ضروری هست و باید انجام بشه خب اولویت داره که در ابتدای برنامه ما باشه یا در برنامه حتمی ما باشه حتمی که وقتی میگه مشخصا باید انجام بشه برنامه هایی هست که ضروری هست اما به این شکل نیست که حتما باید امروز انجام بشه یا حتما باید فردا انجام باید انجام بشه اما زمانش طولانی تر هست فعالیت هایی هست که اصلا ضروری نیست اصلا نبایدم انجامش بدیم خیلی مهم نیست یعنی اگر انجام بدیم ندیم هیچ اهمیتی نداره و هیچ فرقی هم به حال ما نمیکنه مثل اینکه که ما حتما نیاز نیست که برام خوده بقال سر کوچه کنم سلام علیکم و پرسی کنم اصلا نیاز نیست فعالیت هایی داریم که انجام دادنش سو, سو یه. یعنی پینجا پینجایه به انجام بدیم یا ندیم فرق نمیکنه خوبه یعنی به نوعی خوبه بد نیست بهتر از شماره سیه این یعنی شماره که اصلا نیازم نیست از چه نیازی داره که ما وقت بی خود مصرف کنیم و انرژی بی خودی تلف کنیم اما شماره چهار یعنی انجام بدیم ندیم فرقی نداره یعنی بین وسطه پینجا پینجایه خب از یک بابت های خوب از یک بابت های نیاز نیست یعنی اگر وقت اضافه بود یعنی اگر دوست داشتین میتونین انجامش بدین حالا شما میایین اینو تنظیم میکنین ببینین فعالیت های روزانه شما یعنی فعالیت هایی که قرار انجام بدین این فعالیت های شما در دسته های آیا ضروری هست و حتما باید انجام بشه آیا ضروری هست و فعلا اگر انجام ندید هم مشکل نداره آیا از دسته های که اصلا نیاز نیست انجام بدید و اصلا ضروری نیست و از دسته چهارم که بین وسط پینجا پینجا انجام بدید یا ندید فرق نمیکنه اما ضرر هم نداره ببینید از کدوم دسته و بعد شما فعالیت خود با توجه به این چهار دسته که معرفی کردم میاین در داخل جدول زمانی خودتان اضافه میکنین این به نوعی هم مدیریت زمان شما میشه و هم برنامه ریزی شما یعنی در حقیقت دو مهارته شما وقتی دو مهارت در نظر بگیرید یعنی وقتی که شما میاین برنامه ریزی میکنین که چه کار باید بکنین برای روزانه خودتان مدیریت زمان انجام دارین میدین یعنی در وقت خود صرف جویی میکنین خب و در وقت وقتی که صرف جو بشه ما خیلی کارها میتونیم انجام بدیم خیلی فعالیت های دیگه میتونیم انجام بدیم واسه شد جدول روزانه ای ما حالا بریم جدول ماهانه رو یک نگاهی بکنیم و بعد جدول های ربوار داریم سالانه داریم و الی آخر خب ادامه میدیم با جدول جدول هفتگی هم که پیشتر خدمت شما گفتم تمام هفته شما یعنی بر بعضی سوال پیش میاد خب ما یعنی اینا رو همه تنظیم کنیم و بعد هفتگی بسازیم نه ما میگیم پیشا پیش یعنی تمام اینا رو شما باید انجام بدین بر... با توجه به هدف که شما دارین هدفی که شما تنظیم کردیم برای خود خو اونجیه که شما میتونین که برنامه های هفته ماهانه و ربوار داشته باشین مثلا به ای ترتیب میشه که هفته بار روزانه رو همینطور که گفتم یک روز قبل شما میتونید تنظیم کنین برای هفته هم همچنان شما باید یک هفته قبلش تنظیم کنید یعنی وقتی که روزانه رو شما مشخص میکنید پیش خودتون که ما باید این کار کنیم این کنیم، ای رو کنیم این کار هفته وار هم به همون ترتیبه این اتافی که ما میگیم در برنامه ریزی در همین قسمته همونطوری گفتم برنامه روزانه خود شما روزانه باید تنظیم کنید به خاطر از اینکه بعضی برنامه ها میمونه و در برنامه هفتگی خودتان تغییراتی که به وجود میاره به شکل کلی هست او تغییرات شما ما میتونید ایجاد کنین مثلا در طی یک هفته یک فعالیت اصلا نیاز نبوده که انجام بدین ولی در برنامه هفتگی خودتان شما پیشا پیش چون برنامه تنظیم میکنین در برنامه هفتگی خود خب آوردین خب وقتی که ایرا آوردین بعد از گذشته یک هفته نگاه میکنین که او فعالیت اصلا انجام نمیتونی. او حذفش کنین میتونیم به جاش یک فعالیت دیگه اضافه کنین پس فعالیت هفتگی شما همونطور که گفتم به شکل کلی تر و فعالیت ماهانه شما چون جدولش بزرگتر میشه به شکل به این ترتیبه که شما میایین مشخصا مثلا اینجا میرسین فعالیت ها دیگه ای که تاریخ ها رو مثلا سی خانه مشخص میکنین حالا ما اینجی با دست شما میکشم خیلی راست هم نیست و خیلی کامل هم نیست اما به شکل نمونه فقط بر شما بگم شما وقتی که فعالیت ها رو انجام میدین بیدید جدول ماهانه جدول ماهانه شما فعالیت های شما هم به همین ترتیب هست آخر فعالیت های شما مثلا در روز اول ماه روز دوم ماه سوم ماه چهارم پنجم در این قسمت بالا میتونید یک خانه به این ترتیب اضافه کنین که فعال ماه مثلا دلو این ماه دلو شما میشه ماه دلوه سی روز تنظیم میکنین شیش هفت الی آخر در روز اول دلف خب مشخصه چرا چون شما جدول روزانه دارین و جدول هفتگی هم دارین میایم مشخصا میگیم مطالعه کتاب های فرعیه یا به شکل کلی او فعالیت ها رو شما فعالیت مهم همون روز چی بوده که ارجن ضروری و بسیار حیاتی بوده او رو میارین اضافه میکنین دیگه ای که انجام فعالیت های مثلا کاری این خیلی مهم بوده چون کمک میکرده که کار شما انجام بشه یعنی وقت شما رو میگرفته او فعالیتی که بسیار عمده و زمانگیر هست در ای جدول به شکل کلی وارد میکنین یا تمام فعالیت های خودتان رو به شکل کلی وارد میکنین و بعد علامت گذاری میکنین که مثلا به اول ای باید انجام بشه به دوم ماه باید این فعالیت انجام بشه یک فعالیت دیگه مثلا به سوم ماه باید این فعالیت انجام بشه به چهارم ماه مثلا باید این فعالیت انجام بشه خانه های ناره به همین ترتیب مشخص میکنین این میشه جدول ماهانه شما در فعالیت های فردی معمولا جدول ها بیشترین بردی که داره برد روزانه و هفتگیه چون ماهانه در دفاتر و کوارتر یا روبوار سالوار در دفاتر انجام میشه چون فعالیت ها وسیتر و گسترده تر هست فقط محض اطلاع شما ای رو گفتم اما برای اهداف شخصی شما برای فعالیت های فردی شما روزانه و هفتگی بهترین جدول ها هست که او انعطاف مشخصه را هم باید در خود خود داشته باشه خب ادامه میدیم با ای که اگر یک وقتی ناراحتی یا نگرانی بر ما از بابت ریزی پیش میاد چیکار کنیم یا یک وقتی اگر دل سرد شدیم از برنامه‌ریزی چیکار کنیم معمولاً کسایی که برنامه ریزی میکنن بعد از یک مدتی دلسرد میشن یعنی رها میکنن برنامه ریزی علتش چیه؟ علت ایه یا خیلی برنامه های خود سنگین میکنن و ای سنگینی برنامه ها باعث عزیم میشه که نتونن برنامه خود انجام بدن و وقتی هم که برنامه به شکل کامل انجام نشه خب مشخصا دلسردی هم میاره و بعد از یک مدت زمانی رها میکنیم و از یک طرف دیگه این میتونه باشه که ناخداگاه ما مثل یک طفل بازیگوشه یعنی ذهن ما فرار هست میخوای فرار کنه میخوای اسیر قوانین و قواعد نباشه و برای همین موضوع و به خاطر همین مسئله هست که شما رو فریب میده خیلی راحت فریب میده بابا ولش کن برنامه رو میخوای چیکار کنی این اینا به درد نمیخوره کل زندگی خور ما همین رقم بودیم یا ای که هر چی قسمت باشه میخوایم چه کار کنیم ریزی کنیم حوصله داریم بگیریم ورقه آماده کنیم با سبای او تماما یعنی میایه یک سری توجیهاتی رو برای شما میکنه که واقعا شما رو قانع میکنن اگر شما به او توجیهات به او بهانه هایی که در ذهن شما میایه به اونا توجه کنی شما رو اسیر خودش میکنه یعنی وقتی اسیر کرد اتفاق چیه اتفاق ای هست که دیگه برنامه برنامه‌ریزی میکنین کاملا دیگه بی خیالی کارا میشین و به نوعی شما اسیر ذهن خودتان میشین وقتی شما اسیر ذهن شدین بعد از او سردرگمی بی انرژی بودن بی حوصلگی تمام این مسائل با خود خود داره پس چقدر خوبه که شما وقتی که به این مسئله توجه میکنین حالا بعد هم در نظر بگیرین که اگر قرار باشه بی بهرامه پیش برین همین روالی که همیشه اذیت بوده ندامه پیدا میکنه پس هیچ تغییر مثبتی در زندگی شما نمیایه همیشه یاد شما باشه که انسانهای موفق و انسانهای ناموفق در همین کارهای ظریف در همین ظرافتکاری ها با هم تفاوت دارند و بیشترین تفاوت میتونیم بگیم از لحاظ فکری هست اونا اسیر افراد موفق اسیر افکار و ذهنیات منفی خودشان نمیشن میان اونها رو کنترل میکنن مدیریت میکنن یعنی به خودشان میقبولانن به ذهن میقبولانن که درست اگر برای یه لحظه سخت هست تنظیم کردن برنامه و وقتگیر هست اما بیشترین وقت دیگه پسانداز پسنداز میشه سیف میشه نگهداری میشه مثل از این که شما روزانه فعالیت وقتی انجام میدین خیلی وقتا نمیدونیم واقعا کجا بریم چیکار کنیم یا اگر خرید میریم خیلی وقتا ساعت های زیادی در بازارها پرسه میزنیم ای بر میریم نمیفهمیم چی میخوایم بخریم مثلا آخر نگاه میکنیم اینو مثلا نباید میخریدیم یا اصلا نباید می آمدیم که خرید کنیم چون از بیکاری بوده آمدیم پس ببینیم که برنامه ریزی میتونه وقت برای شما بخره نگه داره که با اون وقت اضافی میشه خیلی کارهای مثبت دیگه انجام داد تفاوت انسانهای موفق و ناموفق دقیقا در همین ذهنیت هست اونا اجازه نمیدن که افکار افکار منفی و ذهنیت اونا, اونا کنترل کنن میاین ذهن کنترل میکنن تربیت میکنن و افکار منفی رو رها میکنن اجازه برین رها میکنن دنبال اونا نمیرن خود اسیر افکار منفی نمیکنن یعنی اگر وسوسه ها و افکاری در ذهنشان میایه که اونا رو هی میچرخونه و به نوعی وسوسه میکنه در حقیقت اونا اونا رو رها میکنن و بعد میاین کار خودشان انجام بدن پس شما وقتی برنامه ریزی میکنین نکته هایی که به شما گفتم اونا رو در نظر میگیرین برنامه خودتان روزانه هفتهوار و دوست داشتین ماهوار تنظیم میکنین بر ه... اگر هدف مشخص و واضحی که داشته باشین که فوق العاده عالیه به خاطر ازی که شما روزانه و هفتهوار بار خود میتونین بر حسب هدف آینده خودتان تنظیم می کنین و هر قدمی که پیش برین انگیزش درونی شما بیشتر و بیشتر میشه و نکته های دیگهی که خدمت شما عرض کردم درباره این اطاف پذیری در برنامه ریزی اونا رو هم توجه داشته باشین چند مسئله بود یکی بود که نگران نباشید اگر یک فعالیتی رو نتونستین انجام بدین او فعالیت برای فردای خودتان تنظیم کنید که انجام بدین فعالیت های خود رو بشناسین که از کدوم دسته ها بود آیا ضروری هست و باید انجام بدین آیا ضروری است که الان نیاز نیست اما باید در برنامه شما باشه آیا اصلا نباید انجام بدین چه ضرورت داره تازه اگر انجام بدین ضرر هم داره و بعضی فعالیت های دیگه هم هستش که نه ضرر داره نه فایده داره ولی خب سو سو هست که اینجا به انجام بدید تا یک حدی اگر از بار معنویش نگام کنیم ثواب داره یا خوبه ببینید از کدوم دسته ها هست و بعد برنامه روزانه شما باید شب قبلش آماده بشه که بدانید چه کار میکنید اگر فعالیت های وسیع و زمانگیرتر دارید میتونید هفتهوار و ماهوار تنظیم کنید تمام اینا را در یه قالب بر شما بگم میتونید از کتاب بر قدرت برنامه‌ریزی از برایتریسی هم کمک بگیریم به شما کمک میکنه و کتاب هدف های این ای دو تا کتاب میتونه کمک کنه در کنار همدیگه که شما هم هدف داشته باشین هم برنامه‌ریزی در زندگی داشته باشین که نیرو و انرژی شما هدر نره خوشحال میشیم به ما پیامک بزنین و همچنان کامنتی اگر داشته باشین در صفحه فیسبوک ما صفحه فیسبوک تلویزیون استقلال میتونین که شما پیام های خود بگذارین انتقاد دارین پیشنهاد دارین هر چیزی دارین مشکل نیست ما میپذیریم اگر هر چیزی هم گفتین مشکل نداره به خودم شخصا هم اگر خواستین پیشنهادی انتقادی یا هر چیزی نظری داشتین شکایت حتی داشتین پیام میتونه بدیم به مسنجر ما هیچ مشکلی نیست مبادل جان میپذیریم میتونین حتی شما برنامه خود انتخاب کنین که چه برنامه دوست دارین برای شما تنظیم کنیم یا پخش کنیم یا جور کنیم اونا رو هم میتونین که برای ما پیام بگذارین به مسنجر ما که ما برای شما برنامه تنظیم کنیم و برنامه های بهتری داشته باشیم خیلی خوشحال شدم از اینکه در کنار شما عزیزان بودم روز خوش خدا نگهدار برنامه از طرف گروه اجتماعی شبکه تلویزیونی استقلال به همکاری مؤسسه افغان روان به شما تقدیم شد.